درود دوستان عزیز، امیدوارم حسابی گوشتون رو باز کرده باشین چون میخوایم هرن رو یاد بگیریم. برو بریم. Zunächst natürlich das normale Wort hören, zum Beispiel ich höre Musik. اولینش مسلماً هرن، من موزیک گوش میدم. Ich höre Musik. Kannst du mich hören? منو میشنوی؟ Ich kann dich nicht hören. من تو نمیتونم بشنوم. Das nächste Wort ist überhören. Das hat zwei Bedeutungen. Die erste Bedeutung ist, dass ich etwas nicht gehört habe. Überhören دو تا معنا داره. اولینش اینه که یک چیزی رو نشنیدم. Zum Beispiel, ich habe die Klingel überhört. مثلا میگین که من صدای زنگ رو نشنیدم. Oder ich habe überhört, was die Lehrerin gesagt hat. من نشنیدم یعنی نه اینکه نخواستم بشنوم، به خاطر حالا هر دلیلی حواسم نبود یا هر چیزی، نشنیدم که معلم چی گفت. Die zweite Bedeutung von überhören ist, dass ich etwas aus Versehen gehört habe. Zum Beispiel, ich habe ihr Gespräch überhört. معنای دوم هرن، همونجور که توی فارسی داریم هرن، همه جوره میتونه اتفاق بیفته. یه موقع دوست داری، یه موقع حواست نیست گوش میدی، یه موقع خودت گوش وای میسی. حالا اوبر هرن معنای دومش این هست که یه جا داری رد میشی، یه نفر داره حرف میزنه، اونو میشنوی، واقعا نمیخواستی بشنوی ولی شنیدی. Das nächste Wort ist aufhören. Aufhören معنای دست برداشتن، بیخیال شدن. Zum Beispiel, ich höre auf zu arbeiten. من از کار کردن دست برمیدارم. Er hat aufgehört, sie zu nerven. اون دست برداشت از اینکه اون رو اذیت کنه، نرفنش کنه. Hör bitte auf damit. لطفاً از این کار دست بردار. Das nächste Wort ist anhören. Zum Beispiel, ich höre mir die Musik an. Anhören. ان اول افعال که میاد معمولا این اثر رو میگذاره که میخواییم بگیم یک چیز رو با یه دقتی بیشتری گوش میدم، یکم دقتم رو بیشتر میکنم نسبت بهش. همینطور نیست مثلا موزیک یه نواز منم تو خونم کار کنم. ان حق مثلا واقعا وقتی که میکروفون میذارین تو گوشتون، هدفون میذارین رو گوشتون و موزیک گوش میدین. یا مثلا شما به کنسرت میرین با دقت میشینید و از موزیک لذت میبرید، اون میشه انهورن میکنید. Ein besonderer Fall ist, wenn ich sage, höre bitte mich an. حالا یک مورد خاصش این هست که مثلا بچه دارن تو با موبایلش ور میره، بابای داره حرف میزنه، بابای بهش میگه hör mich bitte an، گوش بده ببین من چی میگم. Das sage ich zum Beispiel, wenn jemand sauer auf mich ist und deswegen nicht zuhören möchte, aber ich möchte mich entschuldigen und sage, bitte höre mich an. حالا یه وقتی یه نفر از دستتون دلخوره، گوش نمیده چی میگی، میخواین از دلش در بیارین، یه جورای همراه با عذرخواهیه، بهش میگی bitte hör mich an. Das nächste Wort ist zuhören. فعل بعدی zuhören خیلی جالبه. Das hat nur eine Bedeutung. Zum Beispiel in dem Satz hör mir bitte zu. Zuhören از این بابت جالبه که با یک دقت زیادی باید گوش داده بشه. Hör mich bitte zu. ولی معنای معذرت خواهی و نصیحتی نداره. یعنی قشنگ گوش بده ببین من چی بهت میگم. Er hat ihr 3 Stunden lang zugehört. یه جورایی بین رئیس رؤسا و دانشجو و استاد این چیزا بیشتر اتفاق میفته. اون به اون 3 ساعت تمام گوش داد. Hör mir zu, wenn ich mit dir rede. لطفاً با دقت گوش بده وقتی که من باهات حرف میزنم. با دقت رو من اضافه کردم بخاطر اینکه zu اومده بود. zu hören بود. Das nächste Wort ist verhören. Das hat wieder 2 Bedeutungen. Verhören دو تا معنا داره. طبق معمول میگم توی درسای پرفیکس فورفیکس ها دارم که وقتی که فر میاد معنا رو معمولاً بد میکنه. hören حالا verhören. Die erste Bedeutung ist, dass ich etwas falsch gehört habe. Zum Beispiel, ich glaube, ich habe mich verhört. حالا یه چیزی رو فالش میشنوید. مثلا بهت میگه برو چپ، شما میری راست. میگه من یه لحظه فکر کردم تو گفتی برو چپ. اوکی؟ به این میگن ich habe dich verhört. من تو را فالش شنیدم، اشتباه شنیدم. Da musst du dich verhört haben.
یا مثلا یه جا میره مثلا میگه که علی گفت که باید برم از علی آقا مثلا 1000 تومن بگیرم، بعد میگه که تو حتما اشتباه شنیدی، از رضا باید 1000 تا بگیری. به اون میگن دو هست دیش فهرد. Die zweite Bedeutung ist, dass man von der Polizei befragt wurde. Zum Beispiel, der Räuber wurde 2 Stunden lang verhört. Verhören معنای این رو داره که یه نفر ازتون سوال میپرسه، مثلا اداره پلیس یا نمیدونم بوندس آمت یا هر جایی، به اون میگن فهرد شده، یعنی اون حرف زده، اون شنیده، دیگه حرفی اون نزده، یادداشت کرده. به خاطر همین توی مکاتباتی که وکیلا برای دادگاه ها و اینا میکنن میگن نخ فهرونگ، بعد از اون فهرونه، یعنی اون حرف زده ما گوش دادیم نوشتیم. Das nächste Wort ist abhören. Auch das hat wieder 2 Bedeutungen. Abhören hat 2 Bedeutungen, das ist sehr interessant. Die erste Bedeutung ist, wenn ich zum Arzt gehe, dann wird der meinen Herzschlag abhören. Abhören, معنای اولش برای این قضیه فقط به کار برده میشه که میرین مثلا دکتر، دکتر صدای قلب شما رو abhören میکنه. Die zweite Bedeutung ist, wenn jemand dir zuhört, ohne dass er das Recht dazu hat. Er macht das heimlich. این خیلی جالب معنا رو گفت. یه نفر بهت گوش میده بدون اینکه حق داشته باشه این کار رو انجام بده. به صورت مخفیانه انجام میده. Abhören. مثلا یه نفر داره حرف میزنه، میرین گوشتون میزنید رو در، شما abhören میکنید. یعنی که دارین تلفن مکالمه میکنید، یک نفر مثلا از اداره پلیس داره اون رو گوش میده. اونا دارن abhören میکنن. Zum Beispiel. Der Spion hört das Gespräch ab. مثلا جاسوس حرف رو گوش داد. Abhören کرد. Darf die Polizei uns abhören? اجازه داره پلیس ما رو abhören کنه؟ مکالمات ما رو شنود کنه؟ Das nächste Wort ist das Wort mithören. Das Wort mithören bedeutet, dass ich etwas höre, was 2 andere Personen miteinander besprechen. Mithören. مثلا یه جا دارن حرف میزنن دو نفر، بعد میگن تو چرا ساکتی؟ میگه ich höre mit، من دارم باهاتون گوش میدم، یعنی شما حرف بزنید من گوش میدم. همراه با کسی گوش دادن. Zum Beispiel ich habe das Gespräch mitgehört. همون چیزی که مثالی که من گفتم. Da gibt's keine anderen Bedeutungen zu dem Wort. معنای دیگه ای هم نداره. Das letzte Wort ist wieder sehr speziell, nur für die Profis unter euch. Das ist nämlich das Wort aushören. Das Wort aushören bedeutet so viel wie bitte lass mich aussprechen, warte bis ich zu Ende geredet habe, höre was ich sagen möchte bis ich fertig bin. Aushören معنای این رو داره که میخواییم بهش بگیم که بذار من حرفم تا آخر بزنم، تو هم گوش بده ببین من چی دارم بهت میگم. یک همچین مفهومی داره و میتونیم به طرف بگیم bitte hör aus، یعنی حرف نزن، گوش بده ببین من چی دارم بهت میگم. Da hat man so ein bisschen das Gefühl, dass der andere wieder nicht zuhören möchte, dass wir vielleicht gestritten haben und es wird meistens in negativen oder angespannten Situationen verwendet. و همونجوری که مثال رو توضیح داد، گفت که برای مسائل نگاتیو و انگشپان، چیزایی که استرس هست، برای جر و بحث این استفاده میشه. این احساس داری که طرف گوش نمیده چی داری میگی، میگه هاوس، گوش بده ببین من چی میگم. بیته هامیش آوز. خیلی نت نیست. یه وقت به رئیستون نگید. داف من نیست بزنیم شف زارم. نه. نه. دس واس میتون. Also danke fürs zuhören. Danke für euer zuhören. Tschüss. Tschüss.